دزدهای ماه رمضان. وقتی که ماه رمضان نزدیک می شود، بازار مسلمانان پر از خوردنی ها و نوشیدنی ها می گردد و نرخ های آن چیزهایی که مردم به آن احتیاج دارند زیاد می گردد و نفس های مردم بسیار خواهان فضائیات می شوند و بسیار از مسلمانان از خریده فیلم های دراز مدت و مسابقه ها را جستجو میکنند و برای خود یک فیلم را و یا مسابقه را اختیار میکنند تا در ماه رمضان آن را ببینند. در این ماه مبارک رمضان مشغول شدن به کارهای بیهوده و گناه معنای آن را دارد که انسان را از خشوع نماز و تدبر قرآن دور میکند. بنابراین صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ماه شریف رمضان می در آمدند خود را از لذت های دنیا و شهوات آن دور می کردند. مقصد آنها تنها طلب آخرت را داشتند. صحابگان کرام در شبهای رمضان کم خواب می کردند. هر صبح از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت گناه می کردند. با خوراک و نوشیدنی های کم قناعت می کردند و آنها با صحبت قرآن زندگی می کردند. پس تو در این ماه مبارک رمضان از کارهای دنیوی حذر بکن تا تو را به شهوات و دزدی رمضان گرفتار نگرداند.